رئیس جمهور عراق با غیر قابل قبول خواندن ادامه وضعیت کنونی کشور گفت عراق بر سر دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است. وی طی اظهاراتی بر لزوم تکیه بر سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در حکومت داری تأکید کرد. همکارم هورا عبدالمجید گزارش می دهد. برهم صالح رئیس جمهور عراق در مراسم جشن میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله در منطقه اعظمیه در شهر بغداد پایتخت عراق بر ضرورت آموختن از سیره آن حضرت که حکومتی مبتنی بر اصول انسانی و مطالبه حق و عدل و رحمت برقرار ساخت تأکید کرد. وی گفت عراق امروز بر سر دوراهی سرنوشت ساز بازگشت به نزاع‌های داخلی یا اراده متحد برای پیشرفت و رویارویی با چالش‌های سخت قرار گرفته است. وی افزود بی‌ثباتی دائمی کشور و ملت را فرسوده می‌کند و راه را به روی دخالت بیگانه هموار می‌کند. او تأکید کرد دخالت خارجی باعث شده که خون و اموال ملت هزینه نزاع‌های دیگران شود. برهم صالح گفت ادامه وضعیت کنونی و معطلی برای تشکیل دولت و عدم اجرای قانون اساسی و نابسامانی اوضاع معیشتی و خدماتی غیر قابل قبول است و دیگر بیش از این نمیتوان بر صبوری ملت عراق شرط بست. وی افزود نبود دولت با گذشت یک سال از انتخابات مطلقاً پذیرفتنی نیست. آقای صالح از همه نیروهای سیاسی خواست که در گفتگوی جدی که هدف و مبنای آن منافع ملی باشد برای تشکیل دولتی با اختیارات کامل جهت تصویب بودجه و تمشیت امور مردم و مدیریت کشور و مبارزه با فساد گام بردارند. وی گفت موقعیت جغرافیایی عراق در قلب منطقه باید باعث شود که کشور پل ارتباط و کانونی تجاری و اقتصادی و فرهنگی و نه میدان نزاع دیگران باشد. و افزود ملت عراق خواستار میهنی با حاکمیت ارضی کامل و امنیت ملت و همسایگانش و بازیابی جایگاه تمدنی خود در منطقه و جهان است. لازم به ذکر است بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دام از الله بارها و بارها در سخنرانی های مختلف خود بر لزوم تکیه بر سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله تاکید کرده و فرمودند مطالعه سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نمونه اعلایی از حکومت داری است. هورا عبدالمجید اخبارشیه. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمان‌های حقوقی شیعه با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، لطف دارید، خیلی متشکرم. این صحبت‌ها از رئیس جمهوری مانند رئیس جمهور عراق صحبت‌های جدیدیه؟ بله، معمولا اولا در نظر بگیرید که الان عراق یک کشوریه که دولت امیرالمؤمنین رو داره، یعنی شاهد تاریخ دولت امیرالمؤمنین بوده. از طرف دیگه عموما همه بزرگان سیاسی هنگامی که میخوان یک صحبتی به مناسبتی بکنن سرچ میکنن روی نت یا اینکه از طریق مشاورین خودشون یک سری معلومات میگیرن که چه حرف تازه ای بزنن که بتونن در جامعه اثر بگذارن و ضمناً منافع کشوری یا منافع گروهی خودشون را هم تأمین بکنن. رئیس جمهور عراق اصولاً تحت تأثیر مسائل مختلفی قرار میگیره، از جمله در موارد خیلی زیادی اطلاعیه هایی که مؤسسه حضرت آیت الله معصوم صادق شیرازی در مناسبت های مختلف اطلاعیه داده، صحبت ها شده، دیگران خود حضرت آقا صحبت کردن، اینا همش تأثیر گذاشته در این که رئیس جمهور یک حرف تازه ای بزنه با در نظر گرفتن شرایط منطقه، کشورهای همسایه و مشکل سیاسی که در خود عراق الان وجود داره. یعنی با اسلامگرایان این مشکل الان هست، یعنی دولت تشکیل نمیشه به خاطر در واقع
اسلامگرایان چوب لا چرخ میگذارن، پس این حرف حرف جدیدی که و سابقه ای نداشت. جناب زاکری، این صحبت ها و درخواست ها چرا از سوی احزاب شیعه مطرح نمیشه؟ احزاب شیعه متاسفانه قبل از رسیدن به مقام بررسی نمی کنن اون چرا که میخوان، نمیدونن چی میخوان، تمام تلاششون این است که به قدرت برسن، بعد برنامه ریزی میکنن. هنگامی که انسان به قدرت رسید وقت نداره تا بره بررسی بکنه ببینه چه چیزهایی لازمه. اضافه بر این که ما یک مشکله عمومی داریم و اون اینه که احزاب شیعه، شخصیت‌های شیعه تحت تأثیر وضع سیاسی منطقه، یعنی مصر و اهل سنت نقش دارن، کشورهای همسایه میتونن نقش داشته باشن، منافع جوری قرار میگیره که دیگه نمیرسن تا بفهمن چی میخوان. اضافه بر این که واقعا ما اسلامگرایان ما، احزاب سیاسی ما، شخصیت سیاسی ما، اونها هم مثل بقیه مردم نیاز دارن تا این که حکومت پیغمبر را از نو بشناسن، حکومت امیرالمؤمنین را از نو بشناسن، و این خیلی مسئله است. اضافه بر این که به نظر میاد که رئیس جمهور میخواسته راجع به دولت حضرت امیر صحبت بکنه، اما چون عراق دولت، یعنی قسمت بزرگی از دولت یا سنیه یا سنی زده است، ولذا اسم پیغمبر اکرم رو بیشتر آورده، و الا حکومت امیرالمؤمنین خیلی جا افتاده بود و اینها میتونستن بیشتر استفاده بکنن. به هر حال اسلامگرایان یک مقداریش در اثر این که بلد نیستن واقعا حکومت پیغمبر را نمیشناسن، و یه مقداریش هم بالاخره اگر اینکه این کارا رو بکنن دیگه جایی برای بازی‌های سیاسی دیگه وجود نداره. علت تأکید آیت الله لزما شیرازی بر الگوگیری حاکمان چه اسلامی و چه غیر اسلامی از حکومت پیامبر امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ واقعش تنها راه نجات امتها حکومت عدل، حکومت عدلی، حکومت عدل. ما دو تا نمونه بیشتر نداریم در تاریخ، یکی حکومت پیغمبر اکرمه و یکی حکومت امیرالمؤمنانه. فقط این دوتا را به نام حکومت عادل میشناسیم و جامعه نیازی به اینها داره. یعنی حکومت رو خیلی از جهت ها اومدن حکومت کردن. اگر حکومت نماز و روزه و اینها بود، خب بنی عباس و بنی امیه و فرض بکنید دولت عثمانی و همه اینها نماز و روزه رو، اینها رو مانع که نبودن، نماز و روزه رو میخواستن، در نماز جمعه هم چقدر ها عشق میریخ معاویه. فقط صحبت اینه که اون حکومت عدلی که لازم هست مسئله نماز و روزه و عبادت نیست، بلکه مردمداریه، که خود مردمداری از مهمترین عبادات از نظر شرع. ممنونم از شما. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمان حقوقی شیعه، با ما همراه بودند.